پنهان کردن توپ در زمان اعلام ضربات ایستگاهی یکی از روش‌های موثر در دور نگه داشتن برهانی از منطقه ضربه و جلوگیری از دست رفتن موقعیت است. خسرو حیدری که شب قبل از بازی خواب دیده بود داور به نفع استقلال پنالتی میگیره و آرش برهانی پشت توپ میسته، از ترس صبح روز بازی تبخال زد. کاپیتان این فصل استقلال نشون داد میتونه بهترین الگو برای جوانایی مثل سیف اللهی باشه. با توجه به کیفیت مهاجمای استقلال خوزستان، بیسی از همین ابتدای فصل بعضی از استعدادهای تازه وارد رو برای جایگزین کردن اونا زیر نظر گرفته. هرچند ویسی به مراسم ازدواج رسمی گواردیولا که اخیراً برگزار شد دعوت نبود، اما از نحوه لباس پوشیدنش معلوم بود که تماشای عکس‌های پپ در این مراسم رو از دست نداده. بازی با دو توپ به صورت همزمان فقط از عهده بازیکن‌های برمیاد که دو نیمکره مغزشون فرمان‌های متفاوتی رو صادر می‌کنن. پس از فروش الکترونیکی بلیت در این فصل، امکان رزرو جای خواب الکترونیکی هم در اختیار هواداران قرار گرفته. به نظر میرسه به حاکم کردن نظم و انضباط در فوتبال ایران، ابتدا باید با املای صحیح این کلمه آشنا بشه. با توجه به اینکه فوتبال اولین بار از مسجد سلیمان وارد ایران شده، تماشای بازی بر فراز میلگرد برای فوتبال دوستان این شهر اصلا کار سختی نیست. حتی ماموران نیروی انتظامی هم به رأی کمیته انضباطی در خصوص بدون تماشاگر بودن این بازی احترام گذاشتن و پشتشون رو به زمین بازی کردن. بعد از اتفاقات جام جهانی و نتایجی که رقم خورد، طبیعیه که پیروان شعار خوزستان برزیلته تا مدتی به صورت ناشناس در محافل عمومی ظاهر بشن. هواداری نفت که در تپه‌های اطراف ورزشگاه مستقر شده بودند، این بار با علامت دادن به وسیله دود اعتراضشون رو به داوری بازی نشون دادند. دودی که حتی از ورزشگاه آزادی در پایتخت هم قابل رؤیت بود. پس از رونمایی از نماد باشگاه ذوبان، حاضرین در ورزشگاه حسابی ترسیدند. یحیی که از استرس یه انگشت سالم تو دستاش باقی نگذاشت. همچنین ترسو میشد به راحتی در رسول خطیبی دید. همزمان با اعلام رتبه‌های کنکوریا، اونایی که رتبهشون به رشته هوافضای دانشگاه پرسپولیس میخوره، اعلام آمادگی کردن. اونا رفتار خوبی با توپ لیگ برتری ندارن، در حالی که شاعر میگه توپ رو با عشق گردمساز و هم صحبت شوید، گل به رویت در چمن کفشت بپوشاند رقیب. شریفی بازیکن جوان سپاهان وقتی دید با وجود درخشش خیره کنندش در فصل قبل به عنوان پدیده لیگ معرفی نشد، امسال با شرکت در کلاس‌های رقص سامبا عزمش رو جذب کرده که در آخر فصل یه جایزه ببره، حتی جایزه منشوری. با فرض اینکه یه متر از عرض دروازه رو هم بدن دروازه‌بان پوشونده باشه، بازم اولادی فضای خالی زیادی به عبور توپ از خط دروازه داشت، فضای حدود 6 متر. بعد از این اتفاق حتی مدیر عامل باشگاه به صف ملوانی‌های معترض به مهاجم گلنزن به روی سکوها پیوست. صحنه به قدر تکان دهنده بود که داور هم تحت تاثیر قرار داد و باعث شد تا چند دقیقه نتونه جلوی لرزش دستشو بگیره. به نظر میسه لیونل مسی در بازی با ایران علاوه بر پیرهنش سایر تجهیزات ورزشیش هم از دست داده و دست خالی ورزشگاه ترک کرده. انتقال رحمتی به پیکان کاملا اخلاق این بازیکن رو متحول کرده. گرون‌ترین بازیکن لیگ که فصل قبل شورت ورزشی استقلالی تبلیغ گرفته بود، این فصل چون دیگه بازیکن مادی نیست و با هیچ گونه تبلیغاتی کنار نمیاد. هیچکس فکر نمیکرد که نبرد کارخانه های خودروسازی اینقدر سوت و کور باشه. سازمان لیگ بعد از سایپا ایران خودرو بخواد که محصولاتشون رو با سیستم نوربالا به مسابقات بفرستن. بعد از جنجالی که درباره کارت‌های معافی جنجالی در لیگ ایران را افتاد، بعضی از بازیکنان که اسمشون تو این پرونده آورده شده، روشون نمیشه تو چش کسی دیگه نگاه کنن. شواهد قرار نشون میده باید AFC با سختگیری بیشتری ورزشگاه ایران رو کنترل کنه و احداث سرویس بهداشتی برای احشام رو هم تو الزامات ورزشگاه ایران قرار بده. فوتبالیست‌های گران قیمت باید دقت کنن که حضور بدون کفش در زمین‌هایی که کود تازه پاشون داده میشه، احتمال لیز خوردن و مصونیت رو چند برابر میکنه. مسئولین برگزار کننده مسابقه که میدونستن انعکاس نور در کود ممکنه چش بازیکنان رو اذیت کنه، در اقدام زیرکانه نورافکنای ورزشگاه رو یکی در میون خاموش کردن. دایی با خیال راحت از تاکتیکی که انتخاب کرده بود رو نیمکت نشسته بود و چای میخورد. او از بازیکنش خواسته بود اجازه بدن مالکیت توپ در اختیار تیم حریف باشه. در نظر گرفتن لباس متناسب با فصل برای توپ جمع کنا یکی از اقدامات ارزشمند سازمان لیگ به حساب میاد. در اهواز از 50مین مدل غلط نویسی کلمه لیدر هم رونمایی شد تا فوتبال ایران از این لحاظ رکورددار بشه. شریفان وقتی دید زورش به بنگر نمیرسه، دقیقه دلش رو تابلوی تبلیغاتی خالی کرد. با مرور اتفاقاتی که دو سال اخیر میشه به این نتیجه رسید که فقط یه نفر میتونه از پس صادقیان بر بیاد که متاسفانه اونم دستش از دنیا کوتاه شده.